بریم سراغ سینمای خانگی ایران و مجموعه جدیدی به کارگردانی سجاد پهلوان زاده، تهیه کنندگی محمد رضا منصوری، حیثیت گم شده. بعد از مجموعه سقوط، حیثیت گم شده دومین اثر سجاد پهلوانه که از پلتفرم فیلیمو پخش میشه و 3 قسمت ازش منتشر شده. سلام، من امیر عباس هم اینجا فیلمولوژی. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. ممنونم که روی ویدیوی ما کلیک کردید. ما اینجا راجع به فیلم، سریال و دنیای سینما صحبت می‌کنیم. اگه راجع به این محتوا علاقه‌مندید، حتما یادتون نره ما رو ساب داشته باشید، ویدیوی ما رو لایک کنید و توی بقیه ویدیوها هم با من همراه باشید. اگه حیثیت گم شده رو ندیدید هنوز، اگه می‌خواید تصمیم بگیرید که می‌خواید شروعش کنید، بدونید مناسب هست براتون یا نه، ببینید یا نه، و یه بررسی کلی هم از حیثیت گم شده خیلی خلاصه‌وار بهتون میدم. اسپویل نداریم توی ویدیو، بریم سراغ ادامه ویدیو. مجموعه حیثیت گم شده بعد از حواشی و حتی شایعه کنسل شدنش با یک روز تأخیر قسمت اولش منتشر شد. قسمت دوم هم به خاطر مصادف شدن باهاش رو باز یک روز تأخیر خورد. فیلم توی ژانر درام خانوادگی ساخته شده و توی توضیح مختصرش گفتن زخمی عمیق‌تر از انزوا اوکی. بودجه و درآمد فیلم خیلی مشخص نیست. بریم سراغ بررسیش. اثر قبلی کارگردان سقوط درام عاشقانه بود که میشه گفت موفق مذاب در اومد. خیلی‌ها رو با خودش همراه کرد و مخاطبای خاص خودش رو داشت. اما این بار کارگردان تصمیم گرفته بره سراغ یک شکاف اجتماعی خانوادگی و انتقاد کنه از بافت خانوادگی‌های ایرانی، از ایرادات اجتماعی ایرانی، از هنجارهای ایرانی که خب قضاوت اینکه تصمیم درستی بوده یا نه خیلی سلیقه‌ایه. ولی اگه من بخوام نظر بدم، به نظرم خواسته که کمتر ریسک کرده باشه و بره سراغ یک ژانری که مخاطب این روزها بیشتر میطلبه و معمولا بهتر دیده میشه، مخاطب بازخورد بهتری داره نسبت بهش و راحت تر توی بازار میتونه به نتیجه بشینه و ریسک کمتری داره روی سرمایه گذاری که روش شده. ولی اینو میتونیم متوجه بشیم ساختار و روند کلی داستان خیلی شبیه به پوست شیره، که اینم یکی از اون قضاوت‌هایی که خودتون باید بکنید که آیا این سریال خیلی یهویی شبیه و انقدر نزدیک به یکی از موفق‌ترین برنامه‌های پخش خانگی این چند وقت اخیر ایرانه اتفاقی است یا نه دست‌هایی در کار است، توطئه‌ای، چیزی. این بنده خدا میگفت توطئه در کار است. آره. فیلم تیم بازیگری خیلی خوبی داره. شاید یکی از جذاب‌ترین نکاتش هم همین بازیایی باشه که ازشون می‌بینیم. مهدی حسینی‌ها، الناز حبیبی، نادر فلاح، بهار افشاری و امید نوروزی اسم‌های آشنایی هستن که توی کست این فیلم به چشم می‌خورن و داستان به ذائقه ایرانی خوش میاد. همونطور که گفتم مهیج گیراست، بافت خوبی داره و مناسب اینم که بخوایم بشینیم با خانواده و دوستامون ببینیم. حالا اینکه میگم مناسب با خانواده‌مون ببینیم، این نیست که فیلم فامیلی فرندلیه، یعنی اینطوریه که با بچه‌ها مثلا کوچیک بشینیم ببینیم. نه، اگه اهل اینید که با خانواده‌تون فیلم‌های مدلی ببینید، کلا مناسبتونه، جذبتون میکنه، اوقاتتون و شبتون رو پر میکنه. موسیقیش رو مجید زند خونده. اسم ترک به دنبال خودم میگردم، جذابه، به سریال میخوره و ترند هم شد این چند وقت. اگه اهل دیدن مجموعه های این شکلی باشین، حیثیت گم شده که از اون چیزهاییه که دنبالشین. هنوز سریال خیلی زوده بخوایم قضاوتش کنیم، ولی به نظر من جذابه برای کسایی که اهل این جور مجموعه ها. جذابه، نمرات مشخصیتش در دسترس نیست، ولی به نظرم یه نمره منصفانه به 8 از 5 و برای کسایی که توی این حال و هوان مناسبه. در نهایت انتخاب با شما و امیدوارم از این سریال لذت ببرید. خدا نگهدار.